اوایل سال 2022 بازار ارزهای دیجیتال تحت تأثیر اخبارهای کلان مثل افزایش نرخ بهره آمریکا، پیشنهاد ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی روسیه، کاهش تیپرینگ و مسائل سیاسی منطقه و سویه‌های جدید کرونا قرار گرفته و باعث ریزش بازار ارزهای دیجیتال و حتی بازارهای ریسکی دیگه مثل سهام و نزدک شد. اما در این بین چند پروژه قدرتمند وجود داشتن که بدون اهمیت دادن به شرایط نزولی بازار به رشدهاشون ادامه دادن. در این ویدیو میخواییم به معرفی این 5 ارز بپردازیم. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیو جذاب دیگه. امروز قصد داریم به معرفی 5 ارزی که در ریزش بازار رشد کردن بپردازیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. رشد فانتوم در بازار خرسی. فانتوم یه زنجیره سریع با توان بالا، مقیاس پذیر و سازگار با لایه 1 EVM که در دسامبر 2019 راه اندازی شد. فانتوم در واقع 135 پروتکل رو به کار گرفته که شامل DEX، فارمینگ، وامدهی، دارایی‌ها، سهام، استخراج و مشتقاته. فانتوم پنجمین زنجیره عمومی بزرگ از نظر تعداد پروتکل هاست و بعد از پالیگان و اولانچ قرار داره. با این حال ارزش دارایی قفل شده در فانتوم بسیار بزرگتر از پالیگان یا اولانچه که یه اکوسیستم بسیار موفق با ظرفیت بالا رو نشون میده. انیسواپ و گیست فایننس دلایل اصلی انفجار فانتوم هستن. انیسواپ به عنوان یک پل بین زنجیره‌ای بسیار قدرتمند توجه زیادی رو به خودش جلب کرد و تونست 43% از TVL فانتوم رو به خودش اختصاص بده. همچنین استیکینگ گیست فایننس با 14580% بازده درصدی سالیانه سرمایه قابل توجهی رو جذب کرد. اون تونست 34% از سرمایه قفل شده فانتوم رو در بر بگیره. علاوه بر این، اندرو کرونج از مهاجرت ین فایننس به فانتوم خبر داد که موجب اعتماد مردم برای ورود به حوزه دیفای فانتوم شد. نیر پروتکل قول خفته ارزهای دیجیتال. نیر پروتکل رقیب اتریومه و هدف اون ایجاد اینترنتی امن و عاری از سانسوره. در واقع نیر پروتکل میخواد نسخه‌ای بهتر از اتریوم باشه و از سیستم شاردینگ برای برطرف کردن مشکل مقیاس پذیری استفاده میکنه. سیستمی که در اتریوم 2 خواهیم دید. در واقع در شاردینگ تراکنش ها به صورت موازی در بلاک های مختلف توسط نودها تایید میشن. به همین دلیل این سیستم میتونه در لحظه تعداد زیادی تراکنش رو تایید کنه. یکی از قابلیت‌های اصلی نیر پروتکل که میتونه باعث فراگیر شدن اون بشه، پل ارتباطی اون با اتریومه. در واقع این پل ارتباطی اجازه میده تمام اپلیکیشن‌هایی که روی اتریوم در حال اجرا هستن، به راحتی به بلاکچین منتقل بشن. این موضوع با توجه به ارزون بودن شبکه نیر میتونه رغبت بیشتری در این سرویس‌ها برای انتقال ایجاد کنه. پالیگان راهکار لایه دوم اتریوم. راهکارهای لایه دوم شبکه اتریوم با رشد توکن‌های خود در چند سال اخیر به موضوع مورد علاقه بحث‌های جامعه رمز ارزها تبدیل شدند. رشد حوزه دیفای و NFT ها باعث افزایش هزینه انتقال‌های ساده شد تا توسعه دهندگان و سرمایه گذاران تصمیم بگیرند به پلتفرم‌های لایه دو مهاجرت کنند. پالیگان با راه اندازی دو راهکار مقیاس پذیری جدید به نام‌های میدن و پالیگان زیرو پتانسیل رشد در ماه‌های آتی را خواهد داشت. همچنین طبق اعلامیه شرکت آدیداس و پرادا به منظور ایجاد توکن غیرمثلی ساخته شده به وسیله خود کاربران با هم همکاری خواهند کرد.
بر طبق این همکاری، آدیداس و پرادا از طرفدارانشون میخوان که بر روی شبکه پالیگان اقدام به تولید NFT کنن. همچنین انجام بروزرسانی EIP-1559 روی پالیگان به منظور توکن سوزی ماتیک حالا روی شبکه لایه دومی پالیگان راه اندازی شده. بر اساس اعلام پالیگان، مثل شبکه اتریوم، به موجب این بروزرسانی 0.27% از موجودی توکن‌های ماتیک هر سال سوزونده خواهد شد. آواکس پلتفرمی مقیاس پذیر، پلتفرمی منبع باز برای راه اندازی برنامه‌های کاربردی غیر متمرکز و استقرار بلاکچین سازمانی در یک اکوسیستم تعامل پذیر و بسیار مقیاس پذیره. اولانچ اولین پلتفرم قراردادهای هوشمند غیر متمرکزه که برای مقیاس مالی جهانی ساخته شده. با انجام تراکنش تقریبا فوری، توسعه دهندگان اتریوم میتونن به سرعت روی اولانچ قرارداد هوشمند بسازن، چون سالیدیتی خارج از چارچوب کار میکنه. یه تفاوت اساسی بین اولانچ و سایر شبکه‌های غیر متمرکز پروتکل اجماعه. با گذشت زمان مردم به درک نادرستی رسیدن که بلاکچین ها باید کند باشن و مقیاس پذیر نباشن. پروتکل اولانچ از یه رویکرد جدید برای اجماع و دستیابی به ضمانت های ایمنی قوی، نهایی سازی سریع و توان عملیاتی بالا بدون به خطر انداختن تمرکز زدایی استفاده میکنه. شبکه فلو. فلو یه شبکه غیر متمرکزه که توسط جامعه روبروشتی از برندها و سازندگان وب3 پشتیبانی و ساخته شده. فلو بلاکچینی برای مواردی مثل اقلام کلکسیونی NFT و بازی‌های مبتنی بر بلاکچینه. روی فلو میتونید همه چیز رو به توکن غیر مثلی تبدیل کنید. فلو ساخته یه شرکت دپر لبزه. این شرکت تصمیم گرفت مشکل ازدحام بلاکچینش رو مستقیماً با ایجاد بلاکچین دیگه‌ای برای بازی‌ها و دیگر تجربه‌های تعاملی حل کنه. دپر لبز حالا از فلو برای همه پروژه‌های خود از جمله NBA تاپ شات استفاده می‌کنه. این برنامه برای توسعه دهندگان دیگه هم قابل استفاده است. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید شما چه ارزهای بنیادی و قوی میشناسید که پتانسیل رشد خوبی دارن. در آخر فراموش نکنید به کانالمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.